بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. هر روز این دعا رو خوندید: اللهم انی اجدد له بار لها، من تازه می کنم برای او عهد و عقد و بیعت در گردنم. بار الله، همونطوری که مرا به این تشریف مشرف کردی و به این فضیلت مفضل ساختی، بار الله مرا از انصار و اشیاء او قرار بده و از زابین ان. این دعا هر روز بسیار مهمه. خداوندا مرا به این تشریف مشرف کردی و به این فضیلت مفضل نمودی، بار الله مرا از انصار او و از اشیاء او و از زابین از او قرار بده. ماه رمضان در پیشه، بهار عبودیت، نفوس مستعده، همه غنیمت بشمارید، مبادا این سعادت از دست شما برود. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. دوران تفقه مقدمه انذار، کفالت ایتام آل محمد. شب نیمه شعبان در پیشه، چه کسی
او را شناخ نه قدرت عقل و فکر در اون ساحت مقدس راه داره، نه هیچ بیانی، نمیتواند تکلم کنه به فضائل کسی که خدا در شأن او این آیه رو نازل کرده: و اشرقت الارض بهت‌انگیزه برای کی؟ برای شیخ توزی تا شیخ انصاری. و اشرقت الارض به نور ربها، قطب الدین راوندی از اعلام طائفه، شیخ المحدثین صدوق، هر دو نقل کردن که وقتی او ظهور کنه زمین را خدا به نور خودش روشن میکنه، مردم مستغنی میشوند روز از آفتاب، شب از ماهتاب. بشرقت الارض به نور ربها. سعی کنید هم خودتون در حد میسور، و المیسور لا یسقط بالمعسور، در حد میسور بشناسید و به مردم معرفی کنید. 182 اسم داره، قیامتیز، عقل مبهوته. چه اسم هایی؟ 182. یک اسم از این 182 بقیت الله، نص قرآن اینه، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. کسی که بقیه خدا، بقیت الله، الله رو باید شناخت. 1001 اسم در این اسم. اگر الله رو بشناسی، کیست که بشناسد الله را؟ الفش رو برداری میشه لله. ما فی السماوات و ما فی الارض. لام اول رو برداری
مشلهو لام دوم را برداری میشهو یا من لاهو اللهو قل هو الله احد بقیه الله امام زمانه این کلمه عقل هر حکیمی را فقه هر فقیه را متحیر میکنه شیخ طوسی در کتابی که 1000 سال قبل نوشته فرموده مستحب است شب نیمه شعبان این دعا را هر کسی بخوانه اما دعا اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلك فتمت كلمتك صدقا وعدلا كيس كبفهم انبياء انگشت حیرت به لب دارن فتمت کلمت ربک صدقا و عدلا تمام علوم تمام معارف از تمام انبیا از جمیع اوصیا از آدم تا امام 11 همه در او جمع شد المنتها الی مواریث الانبیا بلدیه موجود آثار الاسبیا شب نیمه شعبان وقتی متولد شد سر به سجده گذاشت گفت فتمت کلمت ربک صدقا و عدلا دیگه ختم شد هم صد هم عد بعد قبقا اینه نور کل متعلق و ضیاء کل مشرق کسی که نور خدا اما چه نوری نورک المتعلق ضیاء خدا هم نور الله هم ضیاء الله این امام زمان
نورك المتعلق و ضیاءک المشرق بعد و العلم نور فی تخیاء الدجور الغائب المستور جل مولده جل را کجا میگی؟ عز را کجا میگی؟ ان الله سبحانه و تعالی جل و عز رسید به اون جایی که جل مولده میلاد او فوق تصوره و کرم مهتده و الملائکت شهد همه ملکوتیان شب نیمه شعبان چشمتون به زمین دوخته بود که بقیت الله کی ظاهر خواهد شد. بهتنگیز از اینجا سیف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي لا يسبو كمال آدميت در سه چیز انسان عطاره خلقت اکمل افراد انسان که میشه نتیجه تمام خلقت و بعثت عطاره میشه در سه کلمه علم هل قدرت اما علم او چیه؟ علم نور خداست گفتنی نیست نور الله علم اوست بعد نوبت میرسه به حلم او ذوالحلم الذی لا یسبو بعد نوبت میرسه به قدرت او قدرت چه قدرتی؟ سیف الله الذي لا ينبو شمشیر خدا در قدرت نور خدا در حکمت این امام زمان ماست هم بشناسید هم به مردم بشناسانید بعد عقل مبهوت در این کلمه مدار الدهر مدار الدهر نه تنها زمان بلکه دهر
زمان برای مادیات، دهر برای مجردات، بلی از حجت ابن الحسن کتیز که مدار دهره، دهر و همه مجردات دور او میگردن. این مقام اوست، مدار دهر وقتی ظهور کنه، قطب راوندی در خرائج، صدو در کتب مختلف نقل کردن به سند تام، دست می گذارد بر سر هر کسی به مجرد رسیدن دست او به اون سر، هم عقل کامل میشه، هم هر مردی قدرت 40 مرد پیدا میکن. این معنی ید الله، عین الله ناظره فی العباد، ید الله الباسطه علی العباد. خلاصه نه او را شناختیم، نه مقامش را به دیگران شناسندیم. از ماه رمضان استفاده کنید. خدا به موسی فرمود اگر میخواهی ثواب 100 سال روزه همه ایام، صلات همه لیالی در نامه عمل ثبت بشه، این کار رو بکن. گفت بار الله چه کنم؟ فرمود زالی را هدایت کن. پرسید از تفسیر این جمله، خطاب آمد مردم را به امام زمانشون آشنا کن. این ارزش شناسندن او به بندگان خدا. بگذاریم این سخن پایان ندارد و تمت کلمتو ربک صدقا و عدلا. کاری کنید که گوشه چشمی به شما بکند، اگر یک نظر کنه با اون نظر عالم را اکسیر اعظم میکن. از امروز هم همتون ترک نکنید و به مردم هم به هر کوی و برزن سفارش کنید هر روز از اول قرآن ما تیسر لهم بخوانند، به خود او هدیه کنند.
اگر دوره سال تو عزیزترین گوهر را هر روز به او هدیه کردی، آیا شب قدر و هر جمعه که دفتر اعمالت به امضای او میرسه با تو چه خواهد کرد؟ تو بندگی چه گدایان به شرط مود نکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه وفي كل ساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا بتمتعه فيها طويلا. شب نیمه شعبان ساعت 11 تمام مملکت این دعا رو خواهد خون. امید است به برکت نام نامی او خداوند متعال نظری کند، بلایا، مهن، مصائب از مسلمین، از شیعان ممالک برطرف بشه. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين بحرمة بقية الله في الارضين.